در حال حاضر بیش از 5 شبکه مخابراتی در ولایت بلخ فعالیت دارند که برای شهروندان خدمات اینترنتی و مخابراتی را عرضه می کنند. اما شهروندان مزار شریف از عرضه این خدمات انتقاد می کنند. شمار از باشندگان شهر مزار شریف می گویند با آنکه پول هنگفت برای دریافت اینترنت پرداخت می کنند، اما هنگام استفاده از اینترنت با چالش روبرو می شوند. سرعت انترنت خو کیفیتش خیلی پایین است با قیمت که ما می پردازیم و فعال می سازیم. چون خودم یک محصل هستم با مواد درسی زیادتر ضرورت دارم، نمی تانم از سرعت انترنت به صورت درستش استفاده کنم و این مشکل تنها ما که محصل هستم ندارم، یعنی تنها تمام محصلین همین مشکلات دارن که نمی تانن از سرعت انترنت سرعت با کیفیت انترنت به خاطر پیش برد درسی خوب استفاده کنم. در سایر کشورها تو دور نریم، همین کشورهای نزدیک مثل پاکستان، ایران، با اینکه اینترنت خیلی ارزان است، یک سرعت قابل ملاحظه ای داره، میتونی هر چی نیاز داشته باشی خیلی سریع دانلودش بکنی و استفاده بکنی. ولی در افغانستان با اینکه اینترنت چند برابر قیمت تر است، کیفیت خیلی پایین هم داره و مخصوصا محصلین اینایی که نیاز به اینترنت دارن و نیاز به منابع مختلف دارن، میخواین کتاب و یا هر آن چیزی آموزش هایی که مثلا از یوتیوب اینا میخواین دانلود بکنن، سرعتش خیلی پایین است، بنابراین نمیتونن که به اون منابعی که میخواین دسترسی داشته باشن. شهروندان مزار شریف میگویند اینترنتی که از سوی شبکه های مخابراتی برای مردم عرضه میشوند در تمامی نقاط شهر به گونه یکسان کار نمی کند و در بیشتر مناطق مردم با مشکل روبرو هستند. این باشندگان خواهان از میان برداشتن چالش های مخابراتی و اینترنتی از سوی مسئولان هستند. من خودم یک مسئول هستم، ما در اینترنت بسیار ضرورت داریم، مخاطر سیمینارهای خود، مونوگراف خود و هر مسئول ضرورت داره چی میگن؟ از اینترنت بکشم موارد ضرورت خوده. اما اینترنت ما هست مثل که ما در خانه صحیح کار میکنم، اینترنت ما در پانتون کار نمیتن، در پانتون با من مشکل دارم، میتونم میخوایم که در استادای ما در مشکل ما در اشتراک بذارم، در پانتون اینترنت ما کار نمیتن، تو که در خانه کار میتن. ما مواصلین میخوایم که اینترنت ما در کل جا یکسان کار بده. اسمی که بر همه هم معلوم هست، شبکه مخابراتی که در افغانستان وجود داره قیمتش هم خیلی ها گزاف هست و همچنان اونقدر زیاد که مثلا ما به خاطر دانلود کردن بعضی از موادهای درسی اگر بر ما نیاز پیدا شود، ما نمیتونیم به صورت درست از اون دانلود کنیم و همچنان اگر ما بخوایم اینترنت فعال کنیم با خیلی هزینه های گزاف هم هست و بعضی مناطق هایی که مثلا در مزار ما زندگی میکنم، مثلا من از رد زندگی میکنم، ولی در اینجا فقط MTN میتونه کمه که خوبتر کار کنه، ولی هزینه فعال کردن 1 GB از 2.5 ساعت به 3 ساعت فقط 1 GB میتونی فعال کنیم. پس در حقیقت خب اونقدر زیاد هم ما نمیتونیم مثلا مصرف کنیم و ویدیوهایی که و موادهایی که ضرورت بر ما هست خب با قیمت گزاف نمیتونیم باز ما فعال کرده و معلومات خود را جمع آوری کنیم. با این همه هرچند موفق به دریافت دیدگاه مسئولان شبکه های مخابراتی نشدیم، اما مسئولان در ریاست مخابرات و تکنولوژی معلوماتی ولایت بلخ از تلاش ها برای از میان برداشتن چالش های کنونی در بخش اینترنت خبر می دهند. مسئولان این اداره تاکید دارند که برای بهتر شدن خدمات اینترنتی در ولایت بلخ در روزهای آینده یک تیم فنی از مرکز به این ولایت خواهد رسید که با آمدن آن وضعیت خدمات اینترنتی به گونه کامل بهبود خواهد یافت. در افغانستان اسلامی امارت چه کمی بسوای ده فتح چراغل ده و مخکې له فتح نه چې کوم د پایې او د مخابراتي شرکتونه فعالیت نه درلود، هغه الحمدلله په ټول ولایت بلخ کې او په 14 ولسوالیو کې الحمدلله فعالیت لري. هېڅ په دې کې کوم مشکل نشته. که څه وطنوالو ته مشکلات وي نو مراجعه کوئ چې موږ په خدمت کې یو. او بله خبره د انټرنیټ په باره کې، دا موږ تخنیکي ټیمونه له کابل نه راغوښتي دي. داسې 95% د خلکو مشکلات حل شوي دي د انټرنیټ په باره کې. 95% مشکلات چې کوم پاتې دي هغه موږ تخنیکي ټیمونه راغوښتي دي له کابل نه، نو چې هغه راورسیږي دا مشکلات به انشاءالله موږ وطنوالو ته حل کړو. فعالیت 24 ساعته شبکه های مخابراتی، ترمیم بخش های تخریب شده در جنگ ها، جمع‌آوری وسایل غیر قانونی که سبب اخلال در خدمات مخابراتی می‌گردید و گسترش ساحات تحت پوشش مخابراتی از فعالیت‌های انجام شده است
که مسئولان ریاست مخابرات ولایت بلخ به آن اشاره می کنند.